برای پیدا کردن شغل در متاورس به چه مهارت‌هایی نیاز داریم؟ متاورس دنیای برتریه که از فضاهای دیجیتال سه‌بعدی به وجود اومده. کاربران عادی در حین اینکه در دنیای فیزیکی پشت لپتاپ خودشون نشستن، توانایی اینو خواهند داشت که آواتاری سه‌بعدی از خودشون تولید کنن که در این دنیای مجازی به گشت و گذار بپردازن. در پاسخ به چیستی متاورس میبایست اینگونه گفت که اون رو تحت عنوان یک فناوری برای توسعه دنیای سه‌بعدی و ترکیب اون با دنیای فیزیکی معرفی میکنن. جهان متاورس فضایی دیجیتالیه که شباهت بسیاری رو با جهان واقعی داراست، اما فراتر از جهان فیزیکیه که در اون سکونت داریم. در دنیای متاورس تمامی رویدادهای تکنولوژی دیجیتال در جهانی مجازی گردآوری شدن. بدین معنا که ما به تمامی وبینارها و ویدیو کنفرانس ها، بازی های دیجیتال سه‌بعدی، مبادلات ارزهای رمزنگاری، نقل و انتقال فایل های داده و ایمیل ها، سوشیال مدیا، واقعیت مجازی و پخش های آنلاین دسترسی خواهیم داشت. حال این روزها چنین سوالی برای علاقه‌مندان دنیای متاورس ایجاد شده که به منظور پیدا کردن شغل در متاورس نیازمند چه مهارت‌هایی هستیم و ما امروز در این ویدیو قصد داریم به بررسی پاسخ این سوال بپردازیم. سلام به چنل کریپتو ایجنسی، خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که بیننده یه ویدیوی ما هستید. سابسکرایب به چنل یادتون نره و واسه اینکه از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید رو اون زنگوله یه کوچیک کلیک کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید بدونید که با لایک کردنتون کلی انرژی واسمون میفرستید. خب بریم سراغ ویدیوی امروز. متاورس مسیر شغلی بزرگ بعدی در نظر گرفته میشه که در اون شرکت‌های همچون متا یا همون فیسبوک، مایکروسافت، اوپنسی، سندباکس و غیره توانایی ایجاد شغل برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان رو دارست. برای دونستن اینکه چجوری میشه در متاورس شغل پیدا کرد، میبایست بدونید که نقش شما احتمالاً چگونه خواهد بود. به صورت کلی در این دنیای مجازی کار شما شامل ترکیبی از بلاکچین، هوش مصنوعی، نسل پنجم شبکه تلفن همراه یا همون 5G، گیمینگ و باقی فناوری‌های مرتبط با وب3 به عنوان نمونه واقعیت افزوده و واقعیت مجازی خواهد بود. بر اساس گزارش منتشر شده از سایت کوین تلگراف، نخستین قدم در راه کشف مشاغل در متاورس کسب مهارت‌ها و دانش مورد نیازه. به عنوان نمونه، هنرمندی که قصد داره آواتارها رو در قالب شخصیت‌های سه‌بعدی توسعه بده، می‌بایست با نرم‌افزارهایی همچون سینما 4D، مایا و بلندر آشنا باشه و در ایجاد پوسته‌ها و بازی‌ها دارای تخصص باشه. اغلب مشاغل متاورسی همچون کارهای مرتبط با مهندسی به مجموع مهارت‌های رقابتی از جمله دانش Node.js، جاوا اسکریپت، رابطه برنامه نویسی برنامه کاربردی یا همون API و زبان برنامه نویسی ریاکت نیازمند هستند. بعد از کسب کردن مجموع مهارت‌های مورد نظر، شما توانایی شروع برای ساختن برند خودتون رو دارید. البته میبایست نسبت به بروز بودن نمونه کارهای خودتون مطمئن بشید. به جهت مشاهده آگهی‌های شغلی مربوط به متاورس، میتونید وبسایت‌های مختلف مثل themetaversejobs.com رو مشاهده کنید. میزبانی رویدادهای متاورس راهی دیگه برای کسب درآمد در این دنیای مجازیه. به عنوان نمونه، جمعیتی انبوه رو میشه به اجرای زنده نوازندگان و خواننده‌های مشهور جذب کرد و برگزار کنندگان این رویداد توانایی اینو دارن که هزینه بلیط ورود به اون رو از کاربران دریافت کنن. تعداد زیادی از معماران و طراحان به دلیل هجوم برندها و شرکت‌هایی که قصد حضور در متاورس رو دارن،
در حال توسعه نمایش سه‌بعدی ساختمان‌ها هستند. از این موضوع میشه اینجوری نتیجه گیری کرد که به جهت کسب درآمد از طریق متاورس میتونید یک معمار یا طراح متاورس هم باشید. با توجه به گزارش‌های انتشار یافته، مورد نیازترین عناوین شغلی در فضای متاورس و وب‌3 شامل موارد زیر هستند: توسعه توکن‌های غیرقابل تعویض یا NFT، مدیر رسانه‌های اجتماعی و انجمن‌ها، نویسنده و ویراستار محتوا، توسعه دهنده بلاکچین، مهندس فرانت اند و بک اند، خبرنگار رسانه، مدیر بازاریابی، مدیر پروژه و استراتژیست بازیسازی. به همین دلیل میشه اینجوری گفت که فرصت‌های شغلی موجود در فضای متاورس و وب‌3 بسیار زیاده. ولی علاقه‌مندان میبایست اطلاعاتشون رو در مورد نیازهای این صنعت بروز کنن و هرچه زودتر نسبت به یادگیری مهارت‌های لازم اقدام کنن. حالا میخواییم نظر شما رو بدونیم. نظر شما راجع به دنیای متاورس چیه؟ اگه دوست دارید که در متاورس مشغول به کار باشید، کدوم یک از عناوین کاری رو مناسب خودتون میدونید؟ لطفاً نظرتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید، لایکش کنید و به دوستاتون معرفیش کنید. ممنونم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.